در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از تایید نهایی پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، انفجار یک نفتکش در ساحل عربستان، دستبرد امنیتی در آمریکا توسط هکرهای منتسب به روسیه و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تعداد مبتلایان کووید 19 در جهان تا بعد از ظهر سه‌شنبه 25 آذر به 73 میلیون و 300 هزار نفر نزدیک شد و شمار بهبودیافتگان از 51 میلیون و 400 هزار نفر عبور کرد. تاکنون بیش از 1 میلیون و 630 هزار نفر جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده اند. با تزریق نخستین واکسن‌های کرونا به کارکنان بخش سلامت آمریکا، واکسیناسیون گسترده در این کشور آغاز شد. در سوی دیگر جهان، امارات متحده عربی برنامه واکسیناسیون عمومی با استفاده از واکسن کرونا شرکت چینی سینوفارم را آغاز کرده و بحرین هم استفاده از همین واکسن را تایید کرده است. هند و فرانسه در روزهای اخیر کمترین میزان مبتلایان روزانه خود در چند ماه گذشته را ثبت کردند. از سوی دیگر، مرگ 229 بیمار مبتلا به کرونا در ترکیه در روز دوشنبه، مرگبارترین روز این کشور از ابتدای همه‌گیری کرونا را رقم زد. ایتالیا هم با پشت سر گذاشتن بریتانیا به رده پنجم کشورهای دارای بیشترین قربانیان کرونا صعود کرد. همچنین طبق اعلام مقامات هلند، این کشور به مدت حداقل 5 هفته وارد قرنطینه خواهد شد. طبق توافق آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دولت‌های محلی در 16 ایالت این کشور، آلمان از امروز تا 10 ژانویه وارد قرنطینه سراسری می‌شود. همچنین تا فرا رسیدن ماه مارس 11 میلیون دوز از واکسن کرونا فایزر بیو انتک وارد آلمان می شود. تایید نهایی پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا. اعضای مجمع برگزینندگان انتخاباتی آمریکا در رأی‌گیری روز دوشنبه جو بایدن را به عنوان 46مین رئیس جمهور این کشور انتخاب کردند. در این رأی‌گیری هیچ یک از نمایندگان کالج انتخاباتی مخالف آراء مردمی رأی ندادند. رأی‌گیری الکترال آمریکا امسال به دلیل ادعای تقلب و زیر سوال رفتن انتخابات توسط دونالد ترامپ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده بود. در نهایت جو بایدن 306 رأی الکترال را از آن خود کرد و رئیس جمهور آمریکا شد. انفجار یک نفتکش در ساحل جده عربستان. نیمه شب یک شنبه یک نفتکش در بندر جده عربستان با هدف قرار گرفتن توسط شیعی با منشأ خارجی ناشناس دچار انفجار و حریق شد. نفتکش بی دبلیو راین متعلق به شرکت کشتیرانی هفنیا با پرچم سنگاپور در حال تخلیه بار در جده عربستان بود که هدف قرار گرفت، اما تمام 22 ملوان آن در سلامت کامل هستند. وزارت انرژی عربستان هنوز از افراد دخیل در این حمله نام نبرده است. دستبرد امنیتی در آمریکا توسط هکرهای منتسب به روسیه. هکرها توانستند به اطلاعات وزارت امنیت داخلی آمریکا نفوذ کنند. این هکرها که به روسیه منتسب شده اند، روز دوشنبه با انجام عملیاتی پیچیده سایت این وزارتخانه را هک کردند. این در حالی است که روز قبل از آن هم اطلاعات وزارت خزانه داری آمریکا سرقت شده بود. روزنامه واشنگتن پست هکرهای دولت روسیه را مسئول این حملات سایبری اعلام کرده، ادعایی که توسط کاخ ریاست جمهوری روسیه رد شده است. هشدار طالبان به بایدن درباره روند خروج نیروهای آمریکایی. طالبان درباره نقض تعهدات مربوط به خروج نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان در 6 ماه آینده هشدار داد. سران گروه طالبان اعلام کردند در صورتی که رئیس جمهور جدید آمریکا به تعهدات این کشور عمل نکند، حملات نظامی علیه نیروهای خارجی از سر گرفته می شود. آمریکا و طالبان در زمستان سال قبل پس از 18 ماه مذاکره توافقنامه صلح امضا کردند که بخشی از آن مربوط به خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان بود. با وجود مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان، خشونت در این کشور همچنان در سطح بالایی قرار دارد. در جریان درگیری‌های شنبه شب میان طالبان و نیروهای دولتی در قندهار، 51 نفر از نیروهای طالبان کشته و 9 نفر از آنها زخمی شدند. ربوده شدن صدها دانش آموز در نیجریه توسط بوکو حرام. گروه تروریستی بوکو حرام اعلام کرده صدها دانش آموز مدرسه‌ای واقع در شمال غرب نیجریه را ربوده است. پلیس نیجریه هم مفقود شدن حدود 400 دانش آموز این مدرسه را تایید کرده.
حدود دو هفته قبل نیز این گروه تروریستی 110 نفر از کارگران مزارعی در شمال شرق نیجریه را به قتل رسانده بود. از سال 2009 در نیجریه دست کم 36 هزار نفر در حملات گروه‌های مسلح جان باختند و 2 میلیون نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. نقش احتمالی ماموران اطلاعاتی روسیه در مسمومیت ناوالنی. طبق گزارش وبسایت بلینکت و سایت روسیه اینسایدر، ماموران اطلاعاتی روسیه در مسمومیت الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه نقش داشتند. ناوالنی که به عنوان منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شناخته می شود، ماه آگوست به وسیله ماده نویچوک دچار مسمومیت شد. رهبر اپوزیسیون روسیه در آن زمان مدعی شده بود پوتین دستور حمله به او را صادر کرده، اما کاخ کرملین این ادعا را رد کرده است. حالا این گزارش تازه میگوید ماموران سرویس امنیت فدرال روسیه به مدت 3 سال ناوالنی را تحت نظر داشتند و پیش از این نیز تلاش هایی برای مسمومیت او انجام شده بود.